جالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو همراه ما هستن. آقای خاتین‌اوغلو، ما هر روز روایت‌های زیادی از مردم در شهرهای مختلف ایران دریافت می‌کنیم در مورد همین قطعی برق. اگر فرض کنیم که اراده‌ای در حکومت باشه، به نظر شما چه راهکار کوتاه مدتی برای برطرف کردن این مشکل وجود داره؟ ارزیابی شما چه هستش؟ بله، با درود. در واقع کسری برق ایران به حدی زیاد هست که هیچ راه حل کوتاه مدتی برای جبرانمون، برای برطرف کردنمون وجود نداره. ایران 20% کسری برق داره و هر سال هم به مصرف برق ایران حدود 7% افزوده میشه، در حالی که رشد تولید برق ایران حتی نصف این رقم هم نیست. برای مقایسه اگه بگم، مثلا بزرگترین کشورهای صادر کننده گاز منطقه همینطور ترکمنستان و آذربایجان هستن که هر دوتاشون هم به ایران گاز صادر می کنن. اگر کل برق تولیدی خودشون را حتی دو دستی تحویل ایران بدن، باز هم کسری برق ایران جبران نخواهد شد. لذا این مشکل بسیار بحرانی هست و نیاز به مدت زمان بیشتر و سرمایه‌گذاری چندین برابری داره تا در حدود 15-20 سال آینده شاید بشه این رو جبران کرد. جناب خاتین‌اوغلو، فکر می‌کنین که این بحران تا چه مدت ادامه داشته باشه؟ منظورم این هستش که آیا این موضوع صرفاً مسئله گرمای هوا هستش و بعد از پایان تابستان این روند کاهشی خواهد شد، یا اینکه مشکلات ساختاری‌تر و بیشتر از اینها هستش؟ خب در تابستان مصرف برق ایران بسیار بالا هست و لذا این کسری برق بیشتر دیده میشه. ما در مورد گاز همین رو داریم، در حالی که در تمام فصول سال به طور متوسط حدود 130 میلیون متر مکعب ایران کسری گاز داره، اما در زمستان چون مصرف گازش اوج میگیره، کسری گاز به 250 تا 270 میلیون متر مکعب اوج میکشه. یعنی کسری گاز ایران در زمستان با مصرف کل گاز ترکیه برابری میکنه. تا این حد ایران کسری گاز داره. در مورد برق هم کسری همیشه هست، اما در تابستان این نمود خودش رو، یعنی در بخش خانگی اونی که مردم احساس بکنن، نمود پیدا میکنه. در زمستان یه مشکل دیگه هم هست، این که کسری گفتم گاز وجود داره و دولت برای تولید برق یا مجبوره حجم عظیمی از سوختهای آلاینده مثل مازوت و گازوئیل رو مصرف کنه و هوای کلان شهرها به شدت آلوده بشه، یا اینکه تولید برقش خودش رو به صورت چشمگیری کاهش بده. بله، سپاس از شما جالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی که از باکو همراه ما بودید.